سلام، به کانال یوتیوب تپس خوش اومدین. ناگفته های شهر نو در تهران. به کانال ما خوش اومدین. شهر نو توسط محمد علی شاه قاجار و برای اسکان خانواده شاه ساخته شد. در آن زمان این محله در بیرون از شهر تهران در آن زمان قرار داشت. با فروپاشی سلسله قاجاریه به ناگهان جمعیت زنان روسپی افزایش پیدا کرد و باعث گسترش بیشتر این محدوده شد. و علت آن هم این بود که وقتی رضا شاه انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد، حرمسرای قاجار را متلاشی کرد و تمام زنان حرمسرای قاجار را از دربار اخراج نمود و صدها زن و دختر بینوای ساکن حرمسرا همگی به سمت دروازه قزوین کوچانده شدند و در همان منطقه رها و مستقر شدند. عده بسیاری از آنها از بیماری و فقر مردند و تعدادی هم که ثروتی داشتند دوباره ازدواج کردند و باقی آنها به روسپیگری روی آوردند. در دوران رضاشاه این محله بازسازی و مرکز تنفروشان تهران شد. حکومت هدف خود را از اجرای چنین تصمیمی کنترل تنفروشی در ایران اعلام کرد. روزنامه اطلاعات در دهم بهمن ماه 1357 می نویسد ساعت 6 بعد از ظهر چندی تن از جوانان به در قلعه حمله کردند و بعد جمعیت به تبعیت از آنها به خیابان‌های داخل قلعه ریختند. در این هنگام با وسایلی که از قبل تهیه کرده بودند خانه‌ها و مغازه‌های شهر نو را به آتش کشیدند. تعدادی از روسپیان در این واقعه مجروح و 2 تا 3 نفر کشته شدند. آتش سوزی ساعت‌ها محله قم را می‌سوزاند و خاکستر می‌کرد. آتش نشانی پیرو اعلامی قبلی خود ضمن همبستگی اعلام با مردم اعلام کرده بودند از خاموش کردن آتش‌هایی که مردم نمی‌خواهند خودداری می‌کنند. در نتیجه اقدامی برای خاموش کردن این آتش‌ها صورت ندادند. پس از انقلاب سال 1357 ایران، سیمین بی ام و، پری بلنده، اشرف چارچشم، شهلا آبادانی و پریسیا از جمله سردست‌های روسپی‌خوان‌ها بودند که اعدام شدند. در مجموع حدود 1500 زن ساکن این محله پس از تعطیلی آن در روز دوم مرداد ماه سال 1358 آواره و یا دستگیر شدند و تعداد زیادی از آنها نه تنها در ماه‌های نخست بلکه در سال‌های پس از انقلاب اعدام شدند. امروز پارک رازی در محدوده شهر نو و خیابان جمشید ساخته شده و خیابان جمشید به طور کامل از نقشه حذف شده است. پس از پیروزی انقلاب شهر نو مانند سابق به کار خود ادامه می‌داد. به کلانتری منطقه 15 دستور داده شده بود از آوردن زنان جدید به قلعه ممانعت به عمل آورند. سرانجام در روزهای اول مرداد 58 به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان به دستور کمیته مرکزی انقلاب تعطیل شد و بعد از پایان یافتن ماه رمضان دیگر اجازه بازگشایی به آن داده نشد. آیا شما با وجود چنین مکانی موافق هستید؟